سلام و شب با شما بخیر به برنامه صد روز اول با من این بابک خوش آمدید نواد چهار روز از تشکیل حکمت وحدت ملی میگذرد. اما انوز هم خلای مدیریتی و بحران عدم تشکیل کابینه مشکل اصلی در کجاست دقت روی مهره ها و یا هم قدرت طلبی شخصیت ها برای بحث بیشتر به این موضوع آقای دکتر رمضان بشر دوست مجلس افغانستان دعوت کردیم به استودیو بسیار خوش تشکر از دعوت شما آقای بشر دوست حال تاخیر در اعلان اعضای کابینه با توجه به گذشت 94 روز فکر میکنید که دقت روی مهره ها از طرف رئیس جمهور و رئیس اجرایی است یا هم قدرت طلبی در درون تیم ها به نام خدا و به یاد شهدا سلام گرم ما به بینندگان شما روزی که حکومت اعلان شد گفتن حکومت وحدت ملی می سازیم. من در امان روز گفتم این حکومت تقسیم جیب و چوکی است امروز دقیقا 94 روز نشان می دهد که بوسکشی که امروز ادامه دارد نه تنها بین عین و غین است بلکه در تیم هر کدام از اینها بوسکشی فعلا جریان دارد که هر کدامشان می که تکداران قوم افراد قوم خود ولایت خود و ولسوالی خود جابجا کنند بعد از این که مشکل بین خود تیم عین و خود تیم غین بعد از او بین دو تیم مشکل ایجاد می شود چون حکومتی که تشکیل شد این حکومت بر اساس آرمان ها آرزوهای مردم افغانستان تشکیل شد یعنی شما مشکلات در درون حکومت بیشتر بر تقسیمات قومی میدانین؟ صد درصد وقتی تیم کمپاین شکل میگیرد بر اساس تکداری قومی شکل میگیرد آقای غین آقای دوستوم یک ماه پیش از اینکه تیم باش بسازه و معاونیت اول برش بسپاره می گفت که بزرگترین جا نیست و آقای دوستم آقای غین می گفت که بزرگترین متعصب و قبیله که می خواهد که دیگر اقوام سیاست افغانستان حذف کنه وقتی که آقای محقق کمپین میکرد برای آقای کرزی علیه عبدالله در ریاست جمهوری 88 آقای محقق برای هزارا می گفت که هر رای به عبدالله در واقع قتل هزارهای افشار است که توسط اینها به قتل رسید و نفرای خود این برای آقای محقق و همسال هم می گفت که اینها نفرای خاص ایران هستند اینها وقتی شکل می گیرند بر اساس ارزش های مشترک افکار مشترک عقاید مشترک شکل نمی گیرند یعنی مجموعه, بر مجموعه نگرانی ها, نگرانی ها و بحران, بحران می فکر میکنید که از اختلافات دیروز در تیم های امروز است نه تنها اختلافات دیروز نه تنها اینکه اینها بین هم بدها نفر و ستها نفر کشتن و هیچ گونه اعتماد بین اینها نیست از طرف دیگر مشکل اساسی است که عین هم خود را برنده انتخابات میداند و غین هم خود را برنده انتخابات میداند این قانون اساسی افغانستان است که در لوی جرگه قانون اساسی افغانستان در سال 382 تصویب شد چی خوب و چی بد این قانون اساسی افغانستان در ماده در ماده 61 اگر اشتباه کنم. به صورت واضح میگوید که اگر کاندیدی در دور اول اکثریت آرا را به دست نیاورد در دور دوم کاندید رئیس جمهور با اکثریت بیش از 50 فیصد آرای رای دهندگان از طریق رایگیری آزاد و میسری و مستقیم انتخاب میگردد بعد اگر در دور اول هیچ کدامشان اکثریت بیش از 50 فیصد آرا نیاورد در دور دوم انتخابات کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند رئیس جمهور شناخته می شود کدام کاندید امروز اکثریت آرا را کسب کرده کمیسیون انتخابات خلاف قانون تشکیل و صلاحیتش اعلان میکنه که غین رئیس جمهور است و عین رئیس یعنی تشکیل حکومت شما غیر مشروع صد 100 درصد این قانون اساسی افغانستان است که گفتم خوب یا بد فعلا جای بحث در اینجا نیست توسط نمایندگانی لوی جرگی قانون اساسی در 1382 تصویب شد و ای این قانون اساسی عین و غین است که در سفارت آمریکا ساخته شد در اینجا آقای عین و غین تشریف دارند و همچنین سفیر آمریکا نوشته است به عنوان شاهدان حامید کرزی رئیس جمهور از افغانستان سفیر آمریکا و نماینده سازمان ملل متحد تمامی استناد عین و غین امروز در حکومت داری بر اساس این قانون اساسی است اما <مش> شما در حال انتقاد میگنید که آل باور بر این است آقای بشر دوست که در درون تیم ها و در درون اعضای حکومت وحدت ملی که این حکومت متشکل از صد در صد آرای مردم است یعنی میتونن به شکل بهتر خدمات ارزه بکنند به مردم این حکومت متشکل از یک رای رای دهندیش نیست چون این زمان که آقای عبدالله و آقای غنی رای مردم کسب کرده و اکنون مشمول حکومت هستند شما یک رای عین و غین پیدا کنین که بگوید تا جایی که من باش صحبت کردم که روزی که خودی در 24 جوزا کارت رای دیی خود در صندوق رای گذاشتی آیا خودت میخواستی که نیم، نیمه نیمچه جمهور تعیین کنی؟ آیا خودت میخواستی که یک لنگ سیاسی که یک پای داره تعیین کنی؟ کدام رای دهنده عبدالله در حتی در ذهنش خطور میکرد که بر رئیس اجرایه رای میدهد که سی... یک سایه آقای غین باشه و کدام و کدام رای دهنده غین فکر میکرد که به غین رای میدهد که نیمه رئیس جمهور باشد و کابینه را از 25 دوازده شی کسی دیگه تعیین کند من در اینجا اسنادی دارم که صحبت های این قبل از اینکه داخلی حکومتی لحشت ملی را اگر واقعتش بر اساسی نتایجی که مرگ باری برای مردم افغانستان در 94 روز آورده قضاوت یعنی حکومت موجود شما حکومت وحشت ملی میدانید؟ صد درصد. در اینجا خودی آقای عبدالله به صورت واضح و روشن میگوید که دو میلیون و 200 هزار رای آقای غنی آقای غین که من غین و عین وقتی میگویم از نظری مفهوم ادبی ایست که عین و غین به کسی گفته می شود که یک چشمش یک طرف کش می کند و یک چشمش یک طرف دیگر و امروز در فرهنگ سیاسی که داخل شده به این معناست که یک تن دو سر دارد فکر کن که خدا نخواستم من دو سر داشته باشم یک سریم به من بگوید که از را بیرون شو بعد از ختم مصاحبه و یک سریم به من بگوید که از را بیرون شو در نتیجه چیست نتیجه که فلج من در اینجا میمانم چیزی که امروز ما میبینیم هیچ دولت در هیچ کشور در هیچ زمان نمیتواند منطقا دو سر داشته باشد آقای عین در مصاحبه خود میگوید که دو میلیون و دو هزار رای آقای غین تقلب کرده و من یک روز این جمله خودش است دست خودم بالا میکنه عکسام است من یک روز حکومت تقلبی رو نمیپذیرم و کسایی که در اونجا حاضر بودند کف زدند چک کردن و آقای غین حتی میگه که یک ثانیه من هم شرکت سوامی را نمیپذیرم هر رای دهنده عین و غین روزی که رای خود در صندوق انداخت به ای عقیده و به ای فکر و به ای هدف انداخت که این کاندی ما رای برسی میدهیم که رئیس جمهور افغانستان شود پلان ها وعده ها پروگرام و افکار خود تطبیق کند نه اینکه ما با یک لنگ سیاسی میسازیم یا یک نیمچه نیمه رئیس این می میکنیم اینا که برای رای دهنده خود خیانت میکند چی انتظار ما از اینها داشته باشیم که اینها برای با افکار 26 میلیون افغان که امروز گرسنه است فقر است ماش ندارن و در بدترین شرایط زندگی میکنند و اینها دی فکر هستند که کدام چوکی را و کی و چی نفرش بگیره آقای بشر دوست حال شما وضعیت زمان انتخابات و اعلان نتایج به یاد دارین که بیشتر مردم نگران بودن آنچه که شما حکومت وحشت ملی میخوانید، واقعا بدیل دیگه هم وجود داشت بدون اینتر. آیا دی کشور ما باید حتما ده تارش جمهور داشته باشیم دو تاره جمهور داشته باشیم آیا دی کشور اگر وکیل نبودی وزیر نبودی سطر اعظم نبودی رئیس اجرایه نبودی و معاوین رئیس جمهور نبودی آیا زندگی ختم میشه؟ کل مشکلات افغانستان در طول تاریخش مشکلات سیاسی این است که لخبگانش میخواد که چوکی و قدرت داشته باشه اما در زمان انتخابات زمان که انتخابات شد و بحث تقلب و تقلبات سازمان یافته زمانی که مطرح شد بحران انتخاباتی به وجود آمد امین دو فرد بود که آقای عبدالله و آقای غنی بود شما زمانی که حکومت حکومت وحشت ملی خطاب میکنین حکومتی که بیشتر حال مردم امیدوار ساخته بود فکر میکنین بدیل دیگه موجود بود در آن زمان مر... مردم افغانستان از نظر سیاسی خوشبین هستن خوش باور هستن این مردم بود که وقتی حزب دموکراتیک پرچم و خلق یک جای میشون به اصطلاح حکومت دموکراتیک میسازن مردم فکر میکنند که خوب است اما فراموش میکنن که این بوره و نمک است ای زهر و اصل است هیچ وقت این نتیجه نمیدهد بعد از یک ماه خلقی ها پرچمی ها چی میگفت وقتی که آق... حکومت مجایدین به سلا ساختن در پشاور اشتگانه و افتگانه رو یک جای کردن ما در کابل دیدیم که سرنوشت چی بود به سطح تن توسط راکت به این رفت حتی در حکومت خود آقای کرزای وقتی که به ترکیب زهر و عسل شکر و بوره یک جای کردن آقای کرزای طالبا رو برادر میگفت فهیمش دشمن می میگفت اما با توجه به ساختار اجتماعی که در افغانستان موجود است فکر می کنید که این زهر از عسل بتونیم جدا بکنیم اون چه هر افغان عادی که من دیدم وقتی من در کمپاین ریاست جمهوری رفتم 27 ولایت دیدم هیچ افغان عادی پشتون هزاره ازبک تاجیک به من نمیگفت که بشردوسب ما وزیر هزاره پشتون تاجیک میخوایم میگفت بشر دوست ما وزیر میخوایم که سرک من ساخته شود کلینیک من ساخته شود مکتب من ساخته شود برق داشته باشم نمی که ما یک وزیر ازاره رو میخواییم یا پشتون و یا تاجیک میخواییم اما امروز جنگ در ارگ دقیقا سری موضوع است چرا؟ اتا اینجا چی داریم؟ شما در مطبع شنیدین که آقای عبدالله آقای عین و غین با هم اعلان کردن که ما موافقت کردیم که صد درصد آرا با شماری شود شفافیت شود اما و, و گفتن با نتیجه این با شماری را میپذیریم در این انتخابات صد درصد یک نفر برنده است یک نفر بازنده است و هر بازنده ای که منافع ملی و حتی منافع قوم خود ده ده نظر می صد در نظر میگیرد صد درصد تسلیم می شود که این برنده است و این بازنده است امروز عینم به یک دست در صد درصد در که رئیس جمهوری افغانستان است و دعا میکنه که چی وقت غین سکتی قلبی میکنه و غینم صد درصد به یک دست که رئیس جمهوری افغانستان است و عین نا خود سنجاق کرده به زور خارجی یا داخلی ها اینجاست که بر نظر من ما باید در کشور منافع ملی میار ما باشد وقتی منافع ملی میار ما باشد در هیچ کشورهای دیگر انتخابات می شود یک نفر برنده می شود و او برنده می رود حکومت تشکیل می دهد کار می کند بازنده حتی تبریک میگوید، اما در کشور میگوید نه میگوید اگر من وزیر نشوم اگر من از کیک اول کل کیک میخوای بگیرم دولت در فرهنگ سیاسیون افغانستان نخبگان افغانستان در طول تاریخ معنی کیک دارد نه خدمت به مردم و اگر میگوید من کیک نگیرم زمین با آسمان میزنم افغانستان رو به خاک خون میکشم و وقتی که دید کیک کلش گرفته نمیتوند بعد میگوید که اگر من نصف کیک نگیرم و من ندیهن من زمین به زمان میزنم و ما باید متوجه این کار باشیم که بزرگترین ضربه در تاریخ اخیر ما قوم وقتی به نام قوم یک تاجیک به وزیر ساخت خودی قوم تاجیک قربانی شد چهار تا تاجیک صاحب نان و لقمه شد وقتی یک هزاره به بدنام وزیر ساختند خودی ازاره قربانی شد یا پشتون اینجاست که من فکر میکنم یک فرهنگی اسلامی و انسانی در افغانستان ملی نیاز است تشکر آقای بشار روز با توجه به تضادهایی که شما بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی مطرح کردیم و گفتین که چقدر قدرت طلبی موجود است فکر میکنید که عرضه خدمات در در وضعیت موجود بر مردم تا چه حد خواهد بود اینجا صحبت های آقای عبدالله از 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 عین به سلا دکتر عبدالله نامزد رئیس جمهوری میگوید که میزان تقلب در انتخابات به 2.5 میلیون رای میرسد و وی تحت هیچ شرایط این تقلب گسترده را نخواهد پذیرفت وی تحت هیچ شرایط این تقلبی گسترده را نخواهد پذیرفت و در اینجا بعد اینجا نوشته است که به توافق ما به توافق رسیدیم که صد در صد آرا با شماری شود و اینجا جالب است که میگوید که من و دکتر عبدالله به نتیجه این با شماری احترام خواهیم گذاشت و آن را قبول خواهیم کرد کجاست نتیجه با شماری اگر واقعا با شماری صورت میگیره در یک با شماری میگوید که اینی ای برنده است ای بازنده است در هیچ انتخابات در هیچ مقتم مهدی قبول نمی کند که ما دو برنده داشته باشیم اگر عین رئیس جمهور افغانستان است پس چرا عین از رای کسانی که با هزار مشکل رفت رای داد دفاع نمی و اگر غین رئیس جمهور افغانستان است چرا با خیانت میکنه برای رای, رای خود از حقوقی که قانون اساسی برای جمهور داده دفاع نمی اینجا با توجه به وضعیت خراب سیاسی کی... که بود چنین این کار شد حالا در بخش این که واقعا این دو فرد خواهد توانست که کشور خوب مدیریت بکنه و هم نه کسانی که از اول از حقوق رای خود دفاع نمیکنه. کسانی که به حرف خود عقیده و ایمان نداره وفادار نیست قول نداره اصول نداره پرنسیب نداره ارزش ها نداره وقتی که به میلیون ها افغان را در زمان کمپین خود اینا فریب دادن امروز هیچ رای دیندی عبدالله هیچ راینده غنی گفته نمیتونه که بله من رای دادم که ای رئیس اجرایه باشد و او دیگهش نیمچه رئیس باشد یک لنگ سیاسی یک پایه اردویشان تقریبا در این حالت قرار دارد مردم افغانستان چگونه از اینها میتواند توقع داشته باشد که اینها خدمت کنند در حالی که آقای غین وزیر مالی افغانستان بود و آقای عین وزیر خارجه افغانستان بود در روزمان من, من وزیر پلان بودم من خوب به خاطر دارم که وقتی ما این جوهای دوز در 2355 اگر اشتباه نکنم منحل کردیم در کابینه در شورای وزرا کسانی که بیشترین سنگ بالای من مینداخت آقای عین و غین بود غین میگفت که کل جامعه بین المللی کمک کار قطع میکنه آقای بشر دوست شما افغانستان رو به سوی یک, یک سقوط حرکت میدین و عین میگفت که من هر روز سر ما فشار میاد جامعه بین المللی از افغانستان متنفر میشود و در کنفرانس برلین وقت ما شرکت کرده بودیم دومین کنفرانس باسازی افغانستان بود من خوب به خاطر دارم طرف افغانستان صحبت میکرد رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی آقای عبدالله آقای اشرف و آقای امین فرنگ وزیر باسازی و من وزیر پلان از چهار اینها گفتن افغانستان در راه درست حرکت میکند پیشرفت است امیدی بسیار بزرگ وجود دارد پالیسی اقتصادی افغانستان درست است اما من وقتی صحبت کردم با جامعه بین المللی گفتم نوارش وجود دارد تلویزیون ها منتشر شد فیتا و کسیدش است من گفتم راه ما غلط است پالیسی اقتصادی استراتژی اقتصادی افغانستان غلط است شما در اولین کنفرانس باسازی توکیو به با این نتیجه رسیدین که از افغانستان کشور ترانزیتی بسازین مصرف کنند ما باید از افغانستان کشور زراعتی و صنعتی تولید کنند بسازیم 70 میلیارد متر مکعب آب جاری داریم ما 60 میلیارد ایران و پاکستان رود اگر ما چهار بند بزرگ ذخیره آب بسازیم ما افغانستان مجانی نان می دهیم ما 10 ده میلیون زمین قابل کشت من برای در کنفرانس گفتم داریم دو میلیون چنین چکش میکنیم من هنوز از استیج سخنرانی پایین نشده بودم دقیق در جای خود درست ننشسته بودم که نفر آقای کرزای آمد گفت که شما رئیس خواسته در دفتر کاری خود در هتل دفتر کاری داده بود من که رفتم اینها در دفترش نشسته بودن من که داخل شدم آقای کرزی گفت بشر در کابل از دست تارام نیستیم در برلین ما را آرام نمیگذاریم اوکی okay, آقای بشر در اونجا من گفتم رئیس چی کردم گفت تو سبوت خوش میکنی آقای عین غین در اونجا نشینیدن امروز نتیجهش ما میبینیم که یک کار بنیادی نشد و اینها در اون زمان اقتدار و قدرت داشتن اوکی تیم آقای غنیمی که تاکنون ما با 50 درصد در چگونگی تشکیل کابینه در درون تیم ما به توافق رسیدیم با توجه به اختلافاتی که بین رئیس جمهور و معاونینش و رئیس اجرایی و گروهی که در زمان انتخابات برایشان کار میکرد با من بر این است که واقعا در کتا مدت بتونن کابینه رو معرفی بکنن و از ایشا اول خوب اصل اینا سر قانون اساسی خود که در سفارت آمریکا ساخته شد باز من تاکید میکنم اینها در تفسیریش با هم اختلاف دارن آقای غین میگفت که فقط در کابینه شما ما تقسیم میکنیم نه در ولایات ولسوالی ها قماندانی ها سفارتخانه ها اما این میگفت نه از اجیر ریاست جمهوری تا اجیری ولسوالی باید تقسیم شود بعد از او اختلاف سر از که اینها میگوید بین خود کی را باید بیارن آقای خلیلیم خود مالیک که از تکدار ازاره حساب میکنه محققم آقای دوستم و آقای عبدالله و آقای قانونی و امثال هم هر کدام اینها اما ما تجربه نشان داده که ممکنه که وزیر هزاره را بیارن یک وزیر هزاری که نیک نداره تخصص نداره چهار تا هزاره استفاده میکنه اما 96 فیصد هزاره رنج میبره از مثل یک تاجیک میارن تکدارای قومهای تاجیک که در قومهای تاجیک در این چند وقت کار کردن یا پشتونها یا اوزبکا اقوام دیگر خود متاسفانه از وزارت محروم است تاتار ما و ایماق و پشهی و همسال هم هیچ حق ندارن مالیات میدن خون میدن اما چاکی وزارت اونا حق ندارن ای افرادی که به نام تاجیک آوردن امروز اگر برای تاجیک کار میکرد امروز تاجیک ما گورسته نبود حالا تو جواب تکداری قومی که شما مطرح میکنید فکر میکنید واقعا بتونن با توافق برسن کلی مشکل دارن خیلی متفاوت است اون که شما مطرح کلی بوسکشی سر از جریان است کلی بوسکشی بعد وقتی تاجیک میشه تاجیک کدام ولایت وقتی ازاره می شود ازاره کدام ولایت اینجاست که این فرهنگ این اصول این عقیده افغانستان به سکوت سوق می دهد با وضعیت موجود شما دوام این حکومت چقدر می دانید واقعا بارمن برای این است که حکومت با وضعیت موجود دوام بکنه حکومت خیلی وجود نداره حکومتی که ارزه کنیده خدمت باشه با وجود آوردن کار باشد نقش از این این وضعیت دوام خواهد کرد باید هم از هم خواهد باشید تا زمانی که به پینجا و دو هست متلاشی شود بخاطر که کسی نیست و مردم ما یک در مانده است اینها فقط تقسیم کیک است که تا امروز استفاده میکنند و فعلا تلاش دارند که به نام تاجیک، ازاره، ازبک و پشتون چهار تای دیگر هم در دستورخان بیاورن اما در دستورخان نه تاجیک است تاجیک واقعی نه ازاره واقعی است و نه پشتون و ازبک واقعی کسانی که امروز گریست است و امروز پول یک خروش شبه ندارن یا یک پیوی کچالی سر دستورخانش نیست اما این چپ رهبران از اینا پلاو چلاو کباب بود کباب چپلی کباب و کاخ قصر در آسمان هفتم زندگی میکنن اما مردمشان از آریش تاجیک ازبک تمام اقوام متاسفانه در دوزخ اینجا میسوزن بسیار تشکر آقای دکتر رمضان بشردوست از حضورتون در, در برنامه صد روز اول